قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند. سوره مبارکه 8 آیه 11 چنین پرده را بر می دارد: ذالک بانهم قوم لا یفقهون. علت بدبختی های مادی و معنوی بر سر از این قوم از جهت است که نمی دانستند و تعمق در امور دین نکردند. ظاهربینی و عدم آگاهی درست از قرآن کریم از عوامل عمده انحراف به معرفی گرفته شده است. در سوره مبارکه توبه آیه 12 می خوانیم: صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا یفقهون. پروردگار دلهایشان را منقلب ساخت به خاطر که گروهی بودند که نمی اندیشیدند و علت ارسال رسول و علت شریعت و مقاصد دین خود را در نیافتند، مقاصد آمدنشان در این دنیا در نیافتند. عزیزان، ظاهربینی و عدم تعمق درست مورد مذمت دین اسلام عزیز قرار گرفته و مایه بدبختی های جبران ناپذیری شده است. ما میتانیم که یکی از عواملی که انسان اگر درست دینش را نداند، مقصد دینش را نداند، جنایتی انجام میدهد به نام دین. تاریخ شاهد بزرگترین جنایاتی است که در اوجا مردم مقصد دینش را نفهمیدند. شما می دانین که جایگاه حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و ارضاه نزد خداوند متعال و نزد امت اسلامی و نزد قرآن چقدر بلند است، ولی با از او مرد می خیزد به اساس کج‌فهمی و نفهمیدن مقصد دین، او مبارک را به شهادت میرسانه و شهیدش میکنه، در حالی که شکرم میکشد که به جنت میرم و خداوند متعال به واسطه شهادت از او این مرا به جنت رای میکند. عین شکلش بدها شخصیت های بلند دینی به واسطه یک تعداد از انسانانی که دین را ندانستند ولی جنایت کردند. میخواهم جهت وضاحت هرچی بیشتر و بهتر سر مقصد مقاصد واجه ایش را تشریح بتیم. ببینین عزیزا، مقاصد به وزن مفاعل از فعل قصده، قصده یقصدو قصدن، و تمام کلمه هایی که از این مشتق شده، چی قصد و چی قاصد و چی مقاصد و چی اقتصاد، همه از یک واژه گرفته شده است و معانی متعددی در قرآن کریم از او به دست می آید. در آیه نوی سوره مبارکه نحل می خوانیم: و علی الله قصد السبیل، ای تبیین الطریق المستقیم. راه راست را خداوند متعال بیان می کند و دعا را و مردم را به حجج و براهین فرا می خواند. امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه می فرماید: القصد الاستقامت. قصد همان استقامت را می گوید. میگه یقال قصدته ای نحوت نحوه، در قرآن کریم به معنای اعتدال میآید. پس مقاصد دین یعنی شناخت راهی که او اعتدال در او است، در او افراط و تفریط وجود ندارد. در سوره مبارکه لقمان آیه 19 میخوانیم: وقصد فی مشک وغدد من صوتک، ای توسط فی الاسراع والبط. راه میانه را و راه اعتدال را بگی. قصد به معنای میانه است. آسانی، قصد به معنای آسانی است. مقاصد دین
یعنی شناخت آسانی های دین در سوره مبارکه توبه آیه 42 میخوانیم: لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوك، ای سفرا قاصدا ای سهلا معلوم الطريق. و قاصد و مقاصد به معنای اعتدال است. در سوره مبارکه فاطر آیه 32 میخوانیم: فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد، ای ملازم للقصد و هو ترک المیل، که یک طرفه نبوده باشی. در سوره مبارکه مائده آیه 66 میخوانیم: منهم امه مقتصده، ای معتدله فی العمل. با استعمال کلمه قصد که همان معانی اعتدال، استقامت، توسط، اعتماد و عزم را میرساند، یک کلمه میتواند از مقاصد تعبیر زیبا را بدهد که همان حکمت است. جمعی از علما در رابطه با مقاصد یک تعریف را زنده می کند، یک تعریف را برای فهم ما شما بیان می کند و می فرمند: هی الغایات التي انزل الله القرآن لأجلها تحقیقا لمصالح العباد و دفعا للمفاسد. مقاصد چیست؟ اهداف دین چیست؟ میگه همان اهداف بلند است که خداوند متعال جهت بدست آوردن او اهداف بلند قرآن را نازل کرده است تا تحقق ببخشد تمام مصالح بندگانش را و دفع بکند از بندگانش تمام آنچه که بر ضرر میرساند، تمام آنچه که وجود از اینها را خراب میکند. در اصول فقه انگامی که ما بحث را میخوانیم، باز در اخیر یک بحث داریم به نام مقاصد الشریعه و علمای بزرگوار ما این مقاصد را تقسیم میکند بر 3 بخش. یک را میگه مقاصد ضروری، دومش میگه حاجیات، سومش میگه تحسینیات، یعنی هدف دین چیست، هدف قرآن چیست. سلسله مقاصد پنجگانه را برات میدهد، اهداف پنجگانه را میدهد که ایره به نام عنوان مقاصد ضروری ایره تعبیر میکند، به این شکل که هیچگاه مورد معامله قرار نمیگیرد. و به تعبیر دیگر ایره میگه منافع ملی. وقتی که از هر کشور پرسان بکنی، از هر فرد پرسان بکنی و برش بگویی که منافع ملی چیست، این منافع ملی در دین عزیز ما 5 چیز است: یکیش خود دین، حفظ دین، حفظ حیات، حفظ مال، حفظ نسب و حفظ عقل. این منافع ملی است. به هیچ کس اجازه نیست که دین را تخریب بکند، به هیچ کس اجازه نیست که با آبرو و عزت کسی تجاوز بکند، به هیچ کس اجازه نیست که به جان کسی تجاوز بکند، به هیچ کس اجازه نیست که به مال کسی تجاوز بکند، به هیچ کس اجازه نیست که به عقل کسی تجاوز بکند. هر حرکت و عملی که این 5 چیز را مورد خطر قرار بدهد در دین نکوهش داده شده و جزا داده می شود کسی که سرش تعرض می کند. پس میگه این مقاصد دین است، این اهداف دین است. خداوند متعال قرآن را به خاطر حفظ همین 5 چیز فرستاده است. و دوم چیزش، مقصدش میگه او حاجیات است. دین آمد تا حاجت تو را رفع بکند، قرآن آمد تا خواسته های تو را جواب بگوید، این خواسته هایت مشروع بوده باشد، به شکل بسیار درست جوابش بدهد. حاجات چی را میگه؟ میگه زندگی ممکن است بدون از او، ولی بسیار با درد میباشد، بسیار با مشکل می باشد. اسلام آمد، قرآن آمد تا زندگی را نصیب ما شما بکند که در زندگی ما شما تکلیف نباشد، مشقت نباشد، سختی نباشد. پس بهترین خانه از تو مسلمان باید باشد، بهترین امن از تو مسلمان باشد، بهترین نان از تو مسلمان باید باشد، بهترین عزت از تو مسلمان باید باشد، بهترین شفاخانه و صحت از تو مسلمان باید باشد، بهترین مکتب و پوانتون از تو مسلمان باید باشد. اسلام آمد تا ای حاجات ما را مرفوع بکنه. مقصد قرآن کریم یکی معمی است. مقصد تحسینیات چیست؟ میگه این خدمات خو عرضه میکند. اسلام میخواد بهترین خانه داشته باشی، اسلام میخواد بهترین مکتب داشته باشی، اسلام میخواد بهترین زندگی داشته باشی، ولی این زندگی را به شکلی برات تقدیم میکنه که با ادب بوده باشد،
با حسن سیرت بوده باشه، با شکلی بوده باشه که تمام حرمت تو باید در اوجا محفوظ بوده باشه. تو باید به شفاخانه بری، تو باید به زندگی خوب برسی، ولی به شکلی که تو از اون لذت بگیری، از اون مزه بگیری، از اون لذتی بگیری که مایه اطمینانت شود. بنا نه تنها ای که نان بخو، بلکه به بهترین وجهش بخو. نه ای که یک چای را در خدمتت قرار میدهد، به بهترین وجه او را، به بهترین آداب او را قرار میدهد. در این مقاصد بلندترین مقصد دین همان حفظ دین است. این از جمله منافع است. ما یک وقت ایتو میخواندم که مقاصد دین، وقتی که حفظ دین یکی از مقاصد دین است، فکر میکردم که نگاه کردن خود اسلام عزیز است و ما ایره در این رقم میخوانیم که دین محفوظ نمیشود مگر ای که مردم به دین آگاهی پیدا بکنند. دین محفوظ نمیشود، نگاه نمیشود مگر ای که ما بدعتها و رسوم جاهلی را از دین دور بکنیم. دین محفوظ نمیشود تا ای که ما مقاصد دین را در روشنی خود دین برای مردم بیان بکنیم. ما قرآن و حدیث را در جامعه امت اسلامی گسترش ببخشیم و مردم مستقیما با کتاب الله و سنت رسول الله و سیرت صحابه و تابعین و تبع تابعین، آنانی که دین را با ما معرفی کرده است، اونا در جریان قرار بگیرند. بعد دین محفوظ می شود. بعد در دیدیم که نه، این مسئله بزرگتر از این است، بلکه اسلام آمده تا مسیحیت را نگاه بکند، اسلام آمده تا بودایت را نگاه بکند، اسلام آمده تا کنفوسیوس را نگاه بکند، دین را در مجموعش نگاه بکند. این تعبیری نو بود که ما گرفتم. چرا این رقم نو گرفتم؟ انگامی که با واقعیت‌های عینی روبرو شدیم. او چی بود؟ دین من حیث مجموع، هر دینی که است، بر رذایل اخلاقی امر نمی کند. دین من حیث دین بر رذایل اخلاقی امر نمی کند. دین نمیگوید که برو دروغ بگو، دین نمیگه بگو فحشا بکو، دین نمیگوید برو قتل بکو، دین نمیگه برو دزدی بکو، ایره هیچ دین نمیگوید. ولی وقتی که ما دین کامل، شامل، ابدی، الهی خداوند متعال نصیب ما کرده، ما برای یک مسیحی میگیم که دینت خود صحیح هست ولی کامل نیست، بیا دین رسول الله را قبول بکو که دین کامل است. دینت خود درست بود ولی شامل نبود، و این زندگی فردیت، اجتماعیت، خانوادگیت شامل نبود، دین مقدس اسلام را قبول بکن که زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همش را در بر گرفته است. این را قبول بکن. دین را قبول بکن دنیا و آخرت تجور میکنند. ارگو از ما قبول نکرد و در گودال جهالت رفت، بعد دینش را برش نگاه میکنه. ما مسیحی را میگیم کلیسای تبیران نمیکنم، برو کلیسا، گرنگ تبیران نمیکنم، بلکه امنیتش را میگیریم. چرا این را میگیریم؟ زیرا اگر کسی دین نداشته باشد، در رذایل اخلاقی میافتد. بناهن نظام سیکولر، نظامی که دین از جامعه برداشته میشود، پسترین جامعه او جامعه است. در اوجا انسان در حضیض حیوانیت میرود، بعد از او با انسان به حد میرسد که انسان میرود با سگ آروسی میکند. باز انسان اقه بدبخت میشود. بعد انسانی که خلیفه خدا هست در روی زمین، باز او میراث خدا با سگ قواله میدهد. باز انسان اقه بدبخت میشود که زن با زن آروسی میکند، مرد با مرد آروسی میکند و تمام ارزش های اخلاقی را زیر پای میکند. دین چی میگه؟ اسلام ما میگه اگر اسلام ما را نمیپذیرید، حداقل به ارزش های دینت خود پابند بوده باش تا این رذایل اخلاقی صورت نگیرد، تا جامعه خود به طرف بی اخلاقی نرود. شما خبر دارین که ملل متحد فیصله کرده است، عجیب فیصله، کنفرانس میدهد، نقطه پایان با خشونت علیه زنان. در اوجا تذکر میدهد که زن آزاد است که برای اطفای غرایز شهوانیش میتونه با جنس خود عروسی بکند، میتونه با جنس مخالف عروسی بکند، میتونه تعدد ازواج داشته باشد. بنان عدتی وجود ندارد، مهری وجود ندارد و هیچ نوع سلطه
بر زن وجود ندارد. به اختیار خود میتونه هر جای برود، هر چیز را انتخاب بکنه، هر کس را به خانیش بیارد و هر کس را از خانیش منع بکند. ای اباحت است، ای زندگی وحشیانه است، ای رفتن انسان در گودال جهالت و بدبختی است که انسانای قرن 21 که خود را عنوان مردم متمدن میدهد ولی میپاشاند زندگی را، میپاشاند اهمیت خانواده را. پس عزیزان، یکی از علما داریم به نام ابن عاشور، خداوند متعال مغفور و مرحومش بکند. او مقاصد قرآن کریم را سه عنوان دیگه میدهد، میگه مقاصد عامه، مقاصد خاصه و مقاصد تعمیری، به این عنوان پیش میرود. بعد میفرمیگه مقاصد عامه همانا مقاصد است که قرآن کریم جهت اصلاح امور بشریت فرستاده است تا بشریت به چنگ زدن به آن مقاصد و اهداف بلند در حقیقت توانایی ازی را پیدا بکند که خلیعت خلافت الهی را بتن بکند، مستحق خلافت الهی در روی زمین شود. از این خاطر قرآن کریم یک مقصد بزرگش امی است. در سوره مبارکه نحل آیه 89 از این موضوع تعبیر می کند: و نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء. ما بر تو قرآن را نازل کردیم ای محمد، تبیانا لکل شیء، برای وضاحت و بیان تمام اشیاء. اگر میخوای با خدا ارتباط بگیری با قرآن مراجعه بکن، اگر میخوای با خودت ارتباط بگیری با قرآن مراجعه بکن، اگر میخوای با مردم ارتباط بگیری با قرآن مراجعه بکن. تبیانا لکل شیء. بعد مایه هدایت، راهنمایی هم برات میکنه، یعنی وسائلی که تو را به مقاصد میرساند او را هم در خدمتت قرار میدهد. و رحمه، و این وسائلی که قرآن معرفی میکند در حقیقت آسایش حیات تو است، ارگا به کارش ببری آرامی و اطمینان نصیبت میشود. و نتیجه آخری، و بشرا للمسلمین، و مژده میدهد مسلمان را به کامیابیش در دنیا و آخرت. ایتو یک کتاب بر بالای تو نازل کردیم. پس هدف اصلی نزول قرآن همانا اصلاح احوال مردم است. احوال مردم بزرگترین مقصد قرآن کریم است. در همه سطو انسان باید صالح باشد با خدایش، انسان باید صالح باشد با خودش، انسان باید صالح باشد با خانوادهش، انسان باید صالح باشد با جامعهش. قرآن امیر میخواهد، قرآن به این مقصد نازل شده است. و انسان باید صالح باشد، ام از نظر مادیش و ام از نظر معنویش. پس میبینیم که انسان چه وقت من حیث فرد صالح میشود؟ انگامی که تهذیب نفس داشته باشد، تزکیه بکنه کلی خود را و فکر خود را، و در رأس الامر ایزی ارزش بلند همانا اصلاح عقیده است. انسان جور نمیشود، انسان خلیعت خلافت بطنش نمی شود، انسان مسجود ملائکه قرار نمی گیرد، انسان وارد نمی شود به مقامات عالیه بلند الهی که الله برش تعیین کرده، مگر ای که عقیده خوب داشته باشد، مگر ای که فکر خوب داشته باشد. از این خاطر است که قرآن کریم موضوعات عقیدوی را در سرلوحه ابعاد اولی خود قرار می دهد. عقیده است که آداب را ایجاد می کند، عقیده است که تفکیر خوب را ایجاد می کند. بناً اصلاح مواصفات ظاهری و باطنی آن توسط عقیده است. قرآن سرلوحه کل قضایا را عقیده قرار می دهد. چگونه ما می تانیم وقتی که عقیده اصلاح شد باز اعمال ظاهری اصلاح می شود، باز عبادات ظاهری جور می شود؟ عبادات ظاهری نماز است، روزه است، زکات است، حج است. هر قدر فکرت صالح بود به امو اندازه نمازت مؤثر است، به امو اندازه تلاوتت مؤثر است، به امو اندازه اعمال صالحت مؤثر است. هر قدر عقیده ضعیف بود تأثیر ناسزای سریزی اعمال ظاهری هم دارد. به این تعبیر که ما اعمال ظاهری ما وقتی جور می شود که فکر ما جور بوده باشه. فکر ما اگر جور شد، صفاتی که در درون دل ماست او خوب می شود. بنان یک مسلمان حسود نیست، یک مسلمان کینتوز نیست،
یک مسلمان حاقد نیست، یک مسلمان متکبر نیست. ارگا این صفات در مسلمان دور شود، و مسلمان تبارز می کند، جایگاه خود را حفظ می کند و به عنوان خلیفه خدا در روی زمین تبارز می کند. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند.